پس از ماها مذاکرات سخت و فشرده بر سر مسئله بازپرداخت بدهی های یونان، الکسیس سیپراس نخست وزیر این کشور سرنوشت پیشنهاد مشروط اروپا در زمینه کمک مالی به آتن را به آرای هموطنانش در همه پرسی 5 ژوئیه سپرد. تصمیم یک طرفه سیپراس اعضای گروه یورو را غافلگیر کرده و آنها این اقدام را به منزله پایان گفتگوها ارزیابی می کنند. بشنویم از زبان رئیس گروه یورو. تصمیم غم‌انگیزی است برای یونان، برای اینکه باب گفتگوهای آتی را می‌بندد، حالان که به نظر من راه گفتگو همیشه باز بوده. ما در نشست امروز به عواقب آتی این تصمیم می‌پردازیم. با اینکه مهلت بازپرداخت بخشی از بدهی‌های آتن به بستانکاران بین‌المللی روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد، اما آنطور که کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، این نهاد همچنان به تلاش برای بازگرداندن ثبات مالی به یونان ادامه می‌دهد. خبرنگار یورونیوز از حال و هوای بروکسل چنین گزارش می‌دهد. اینجا در بروکسل جو سنگینی حاکم است. بیشتر وزرای دارایی حوزه پولی یورو موافق این هستند که به درخواست یونان در زمینه تمدید برنامه جاری تا زمان برپایی همه پرسی پاسخ رد بدهند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که گروه یورو حتی ممکن است پیشنهاد ارائه کمک مالی به یونان را پس بگیرد.